کجای این خط‌کشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی؟ یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ میگم خدمت جناب دکتر کیازاد و جناب بهرامی گرامی، دوستان عزیز و یاران مبارزه با حکومت کثیف جمهوری اسلامی. درود میگم خدمت بینندگان عزیز این برنامه در ایران و در هر کجای جهان. درود میگم به زندانیان سیاسی در زندانهای کثیف جمهوری اسلامی، اونجا آنها را به خاطر اعتراضاتشون، به خاطر اینکه نپذیرفتند آخوندها بر آنها حکومت بکنند، به زندان انداختند، دستگیر کردند و شکنجه میکنند. همچنین من درود میگم به روان اون جانباختگان جاویدنام ایرانی، جوانانی که خودشون رو فدا کردند برای آزادی و دموکراسی در ایران، و درود میگم به بازماندگان اونها که در حقیقت فرزندانشون رو و کسانی که عزیزانشون رو فدا کردند برای ایران. عرض کنم خدمت دوستان که تجاوز روسیه به اوکراین برای ما ایرانی ها یادآور گذشته تلخی است با اونها که بارها به خاک ایران دست اندازی کردند، در جنگ‌های نابرابر به غارت شهرهای ایران پرداختند، ایران رو ویران کردند، شمال ایران رو در حقیقت در اختیار گرفتن، اشغال کردند و ما ایرانیان تونستیم اونها رو بیرون کنیم از آب و خاک. ما ملت بزرگ ایران با پشتیبانی از دفاع دلیرانه ملت اوکراین در برابر تجاوز و اشغالگری ارتش روسیه همدردی خودمون رو در کنار رو اعلام میکنم. علی خامنه‌ای خائن، سرداران نادان و اوباشان رژیم اسلامی اشغالگران ایران با درک وارانه از تحولات جهانی، در عین سرسپردگی به پوتین، حمله ارتش روسیه به اوکراین در واقع درست دونستند و به این ترتیب خشم مردم ایران رو برانگیختند و خودشون به سرعت گرفتن فروپاشی رژیم این تبهکاران افزودند. افت ناگهانی اعتبار شخصیتی و احترام پوتین در جهان همراه با حکمرانان فاسد روسیه در دنیا کار مبارزه با دیکتاتوری ها رو جدیتر کرده. تهدید ولادیمیر پوتین، دیکتاتور روسیه، برای نظام
یا نظام‌های دموکراتیک دنیا بدون پاسخ نخواهد بود. در این میان حتی چینی‌ها هم حاضر به تایید رفتار روسیه نشدند. زمزمه مخالفت چین با تداوم جنگ در اوکراین و حمله روسیه به غیر نظامیان اوکراین شدت گرفته. اوکراین برای روسیه یک باتلاق تبدیل خواهد شد و شاید هم شده. اکنون زمان آماده است که این حکومت کثیف رو، حکومت اشغالگران رو در ایران براندازی کرد. ما باید برای براندازی این حکومت کثیف و حکومت در واقع خائن به ملت ایران همبسته بر علیه اونها بلند بشیم، همبسته اونها رو بیرون کنیم از ایران، همبسته اونها رو به زیر بکشیم. اکنون زمان آماده این کاره. اکنون روسیه دیگه نمیتونه به این آخوندها کمک کنه، دستش بنده، مشکل داره، تحریم شده. بنابراین ملت ایران، ما ملت ایران باید این کار رو انجام بدیم و این رژیم رو، کار این رژیم رو به آخر برسیم. من از آقای دکتر جناب دکتر خیازاد خواهش میکنم ایشون میکروفون رو به دست بگیرن و بیاناتشون رو ایراد کنن. بفهمید جناب دکتر خیازاد. بله، با درود بر دوستان گرامی، همرزمان گرامی، دکتر آوار عزیز و بیای عزیز، همچنین درود بر همیانان عزیزمون در درون و برون از کشورمون ایران زمین. به دنبال سخنان روشنگرانه دکتر آوار، خب باید بگوییم که این خرس روسیه از زمان تزارها و تا به امروز همواره سر در پی این داشتند که بتوانند این کشور رو به مانند دیگر کشورهای اروپای شرقی، البته در دوران اتحاد جماهیر شوروی در بیارن و برایش هم حزب سازی کردن، حزب خائن توده و دیگر نیروهای بگوییم که شبیه که از سازمان فدایان اکثریت، چون هم از به گونه ای پس از انقلاب از دستور می گرفتن از موسکو و برای اینکه از منافع روسیه در ایران دفاع بکنند. قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان در دوران تزارها و خب پس از آنم دیدیم که پس از پایان جنگ دوم جهانی جناب استالین و مولوتوف به دنبال این بودن نیروهاشون در ایران نگه داشتند که قرارداد نفت شمال رو بگیرن. در آن هنگام اکنون که این رو توانستند در این دوران جناب ولایت فقیه از سید علی خامنه‌ای بگیرند، بنابراین شک درش نیست. و بعد ما اینجا و آنجا می شنویم که سخن از این به میان آورده میشه وقتی که این یورش وحشیانه پوتین، این دیکتاتور جنایتکار که دیدیم چگونه مردم چچن رو سرکوب کرد و همه اون کسانی که به گونه ای نمی توانند در برابر این خرس بزرگ و خودشون مقاومت نشون بدند. اما اوکراین نشون داد که این مردم و این ملت به پا خواستند و هنگامی که مردمان یک کشور دست به دفاع بزنند، البته فکر نمی کردن، خود پوتین هم فکر نمی کرد، پوتین فکر می کرد که
در یک روز 24 ساعته 48 ساعته کلک اوکراین رو میکنه. حالا میبینه که نه خیر، این خبرها نیست. شوربختانه بیش از 600-700 نفر از سربازان، از جوانان روسیه رو در این میان جان خودشون رو گذاشتن. برای چی؟ برای هیچی. برای اینکه جناب پوتین که امروز از نظر سیاسی هم خیلی ساده باید گفت در جهان دیگه مرده است، دیگه ایشون نمیتونه توی کاخ کرملین بشینه تهیه میز و دیگران بیان و با ترس و لرز بشینن ببینن که آیا ایشون بله میگه یا نه میگه. بنابراین از نظر سیاسی ایشون کارش تمامه. دیگه به این آدم کسی بگوییم که برایش ترخ کسی خوب نمی کنه. و در این میان آقای شولتز صدر اعظم نوین آلمان به گرهارد شرودر که برای کنسرن گاز روسیه کار میکنه بهش گفت استعفا بده و این یه ننگه. بنابراین خوشبختانه غرب و به ویژه کشور آلمان و صدر اعظم نوین آلمان آقای شولتز و این احزابی که با هم این حکومت رو تشکیل دادند به زودی متوجه شدند که باید به اوکراین کمک کنند و به همین سبب هم در این میان باید گفته بشه که تسلیحات موشکی هوایی و همچنین بر ضد تانک‌های روسی در اختیار اوکراین گذاشتن. کشورهای دیگه هم به همین صورت کمک از همه سوی جهان به اینها میشه و در این میان هستن کسانی که میاد میگن که بله ما ایرانی ها باید نخست دفاع از منافع خودمون بکنیم و با حکومت. خب توجه به این ندارند، یعنی خیلی ساده باید گفت از نظر سیاسی این درک رو ندارند که حکومتگران در ایران دستور میگیرن از پوتین، قرارداد 25 ساله و همطوری که به درستی دکتر آبار بهش اشاره کرد از این فرصت‌های تاریخی که کمتر پیش میاد باید بهره برد، باید این رژیم رو کوبید و گفت شما که همه چیزتون رو در اختیار پوتین گذاشتید، خب دیگه این پوتین اون پوتین نیست که آقای سیدعلی خامنه‌ای که بره آقای سیدعلی خامنه‌ای رو ببینه بهش دستور بده و یا این که سپاهیانی رو یعنی سران سپاه رو دستور بهشون بده بیا مسکو و گفت دیگه وزیر خارجه ظریف گفت سخن از خیانت هم به میان آورد. دیگه چه جوری دیگه؟ دیگه اینا تموم شد. یعنی این که میهن پرستان و ملیگرایان در ایران و ایرانیان بایستی که در این میان همه نیروهای خودشون رو در درون کشور بدیشه، باید که این یورش روسیه رو، این تجاوز رو محکوم بکنند. این محکومیت حکومتگران در ایرانه. رئیسی خائن و قاتل و سیدلی جنایتکار در واقع هست. بنابراین کاملا درسته. اکنون باید این یورش رو کوبید. باید پوتین رو خیلی ساده کوبید و روسیه رو و همه اون کسانی که هنوز هم
باید بگوییم که حزب توده مثلان نوین خیانتکارشون، همه اون کسانی که هنوز هم این آمادگی رو دارن که پشتیبانی بکنن، و بعدم با این منطق که اوکراین هم جزء کشور روسیه بوده. این در این مورد، در مورد خب روز زن 8 مارچ اشتباه نکنم هفته آینده روز سه‌شنبه خواهد بود. در این میان هم خوشبختانه باید گفته بشه که مخالفین جمهوری اسلامی باز هم بیانیه به طور مشترک دادند و به ویژه حکومتگران رو در راستای این که نه تنها مسئله حقوق بشر رو در درازای 43 سال 44 سال لگدمال کردن، زیر پا گذاشتن، به ویژه حقوق زنان رو، و اینکه خوشبختانه در این راستا زنان خود به پا خواستند و گفته میشه و درستش هم همینه که زنان به ویژه در درازای این چند دهه گذشته پیش آهنگ مبارزه و مبارزات بر ضد جمهوری اسلامی بودند و هستند و ادامه داره. بنابراین باید این روز رو بزرگ داشت و در این راستا فرق نمی کنه همه کنشگران سیاسی در هر گروه و سازمان و حزبی که هستند دست در دست یکدیگر می‌گذارند. کار درستیه. راه دیگری وجود نداره. و اما یه اشاره دیگری هم که امشب ما در برنامه سازمان برومرزی حزبان ایرانیست و هما همگرایی ملی ایرانیان بهش خواهیم پرداخت، جنبش گسترده آزادخانه ملت ایران یعنی آموزگارانه. ده ها و ده ها و صد ها آموزگار که فرزندان این کشور رو بهشون درس الفبای فارسی رو یاد دادند، آموزش و پرورش، و کسانی رو بگوییم که تحویل جامعه ایرانی در درازای 70-80 سال گذشته به ویژه دوران رنسانس اجتماعی و پیشرفتی رو که رضا شاه بزرگ به وجود آورد، و در رابطه با روز زن هم باید بگوییم نخستین گام درست رو در آن هنگام رضا شاه برداشت. حالا خب ببینید دیگه وضعیت به چه صورته. زنان ایران در آن هنگام آزادی یافتند. زنان ایران بگوییم که به پی بردند به این که بدون زنان ایران اون پیشرفت به ویژه در رابطه با مدارس و آموزگاران، چرا؟ به خاطر اینکه ملایان همه چیز رو در دست خودشون داشتند، از زادروز فرزندان این کشور تا روز مرگ همراه بودند، مکتب خونه رو اداره می کردن. رضا شاه بزرگ گام نخستین و دلیرانه ای رو برداشت و از ملایان هم نترسید. حتی مجلس مسجد گوهرشاد خراسان رو هم به توپ بست، یعنی اونجایی که لازم بود. بنابراین صبران گرامی،
همرزمان گرامی، کنشگران سیاسی، اون جنبشی که امروز باید گفت از نیرومندترین جنبش های زمان در ایران به وجود آمده و این جنبش معلمان آموزگارانه. من فکر میکنم که باید دربارش اندیشید که از این جنبش باید پشتیبانی کرد و تبلیغ کرد. همه کنش‌های دیگر سیاسی و اجتماعی از سوی گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی من فکر می‌کنم می‌بایستی که در بستر حمایت و پشتیبانی از معلمان و آموزگاران پیش بره. جلوشون نمی‌تونن بگیرن. خودشون هم میگن در شعارشون که ما آماده قیام ملی هستیم بر ضد شماها، بر ضد رئیسی سدلی خامنه‌ای. و این رو باید دنبال کرد و دنبال خواهیم کرد، شکی درش نیست. و امشب هم دربارهش گسترده سخن خواهیم گفت. من سپاسگزارم و اکنون به سخنانم پایان میدم. سپاس از شما جناب دکتر کیانزاد عزیز از سخنان بسیار جامع و کامل شما. بله، این مشکلی که در حقیقت در ایران 43 سال ملت ما رو به فلاکت و به فقر و به بدبختی دچار کرده، همچنان گوش به فرمان پوتینه. پوتینی که با این حمله به اوکراین یورش به کشوری برده که 15 تا راکتور اتمی در حال کار داره و این راکتورها هم خود روسیه ساخته و این خطر بزرگی است که این راکتورها با اون مواجه هست. ما میبینیم که حمله به نیروگاه اتمی زاپورژیا در جنوب شرقی اوکراین و ایجاد آتش سوزی چه خطر عظیمی رو از کنار اوکراین و اروپا عبور داد. یعنی تونستن اون آتش سوزی رو خاموش کنن و نتیجتاً اون چه که میگویند رادیواکتیوی خارج نشد. یعنی در واقع اطراف اونجا توسط بخار رادیواکتیو یا آب سنگین آلوده نشد. البته این صحبت رو میکنند، مشخص نیست که آیا واقعا اینطور هست یا خیر. من امیدوارم که اینطور باشه، یعنی رادیواکتیوی خارج نشده باشه. البته انفجاری در اون نیروگاه میتونست همون تبدیل بشه به یک چرنوبیل بزرگتر، چرنوبیل خطرناکتر. ما بینیم که این چرنوبیل هنگامی که انفجار پیدا کرد اون مواد رادیواکتیوی که پخش شدن حتی تا جنوب آلمان هم آمدند و در تمام اروپا پخش شدن. و هر صورت قدیمی ترین راکتور اتمی اوکراین نیروگاه هسته‌ای که در حقیقت در نزدیکی های کیف قرار داره، فکر میکنم نامش ریون باشه و در شمال غربی کیف قرار داره. البته این باعث نگرانی های بسیار شدیدی شده در کیف. این مردم بسیار بسیار متوهم هستن که اتفاقی اونجا نیفته یا بیفته. خلاصه این تأسیسات هسته‌ای در اوکراین بعد از فرانسه دومین کشوری است در اروپا که از انرژی هسته‌ای به طور وافر استفاده میکنه. حتی میشه گفت که تمام انرژی اوکراین توسط این نیروها تامین میشه. حالا روس‌ها چه بلایی به سر این نیروها بیارن و چه کنن با اونها مشخص نیست. امیدواریم که اونقدر حماقت نباشه که به این نیروها حمله بشه. و شرکتی که
این انرژی اتم که ریاکتورها رو اداره میکنه در بیانیه گفته که تا به حال این نیروگاه ها به خوبی کار کردن و تحت کنترل اونا هستن و این تهاجم نظامی روسیه هم نتونسته تا به حال در اونها خللی ایجاد کنه و هدف هم تأمین برق اوکراینه و امیدوار هستن که این بدون دشواری های جنگ ادامه پیدا کنه. ضمناً عرض کنم که روسا در بوشهر 10 سال برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر زمان گذروندن و چند صد میلیارد دلار هزینه برای ملت ایران تولید کردن. اما این نیروگاه وقتی که تحویل داده شد به آخوندهای نادان و اراذل اوباش جمهوری اسلامی تحویل دادن، حتی نمیتونه که برق بوشهر رو هم تامین کنه. یعنی اونها این میلیاردها رو بردند و خوردند هنگامی که روسیه در فشار اقتصادی شدید بود، از این میلیاردها استفاده کرد برای اینکه بتونه خودش رو وضع اقتصادی خودش رو نجات بده و بعد هم یه چیزی تحویل داد که در حقیقت هیچ گونه اثری در ایجاد نیرو و انرژی برق در ایران نداره. من اینجا از جناب پویا بهرامی خواهش میکنم ایشون میکروفون رو در اختیار بگیرن و بیانات خودشون رو در این زمینه و هر زمینه ای ایراد کنن. جناب بهرامی بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. سپاسگزارم جناب دکتر آوار. درود میگم به شما و همینطور به سرور گرامیمون جناب دکتر کیانزاد عزیز و همینطور به بیننده ها و شنونده های این برنامه که صدا و تصویر ما رو از طریق رادیو براندازی، رادیو نارمک و یا رادیو بیداری میشنوند و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی میبینند. من هم قبل از هر چیز مایل هستم پیشاپیش 8 مارس روز جهانی زن رو به یکایی که بانوان ایران زمین تبریک و شادباش بگم. بانوانی که بیشک در یک دهه اخیر، بالاخص در یک دهه اخیر، به طور روشن پرچمدار مبارزه بر علیه استبداد و جهل و جنون جمهوری اسلامی بودند و همواره همچون بسیاری دیگر از ایرانیان در میدان مبارزه حاضر بودند و تا کنون دست از مبارزه نکشیدند. همینطور لازمه که یک خبر خوب رو هم من در اینجا به اطلاع برسونم و اون این هستش که بالاخره حبیب افکاری، برادر نوید افکاری، امروز از زندان آزاد شد و به آغوش خانواده برگشت و اولین جایی هم که رفت به سر مزار برادرش بود پس از زندان و به دیدار مزار برادرش رفت. همینطور در هفته‌ای که گذشت با ارائه وثیقه هنگفت توسط پدر حسین رونقی، حسین رونقی بعد از بسیاری از کارشکنی‌ها آزاد شد. ما می‌دونیم که رونقی یکی از فعالین قدیمی و شناخته شده اجتماعی مدنی در ایران هستش که برای مبارزه با سانسور و همینطور برای آزادی اینترنت در ایران مبارزه میکنه. همینطور با خبر شدیم که زرتشت احمدی راغب که چند پیش در تجمع معلمان در برابر مجلس شورای اسلامی دستگیر شده بود به بند 4 زندان عمومی تهران بزرگ در واقع منتقل شده و امروز بعد از اینکه به وکیل بند در مورد نبود آب گرم و کیفیت پایین و در واقع شور بودن آب شرب اعتراض کرده، توسط 15 زندانی جرائم خطرناک مورد حمله قرار گرفته و به شدت آسیب دیده. از وضعیت سلامتی اون فعلا خبری در دست نداریم. اما برگردیم به تحولات گسترده‌ای که در جهان رخ داده و بیشک ایران هم از اون بی تأثیر نیستش. همونطور که اشاره شد نبرد پوتین بر علیه اوکراین وارد 10 روز خودش شد، نبردی که به تعبیر رسانه‌های آزاد نبرد دیکتاتوری با دموکراسی هستش و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که توسط آرای آزاد مردم انتخاب شده به تنهایی مشعلدار و پرچمدار مبارزه با استبداد شده و این یک نکته مهمی هستش و شاید این همون سند و دلیلی باشه که ما همواره ازش یاد میکنیم که جنبش ها در دل خودشون رهبر میسازند و رهبرها هستن که از دل جنبش ها به وجود میان و شاید تا 3 سال پیش کمتر کسی باور میکرد که زلنسکی این چنین با صلابت و آرامش کشور خودش رو در جنگ
هدایت بکنه و حتی پیشنهاد ایجاد کریدور امن توسط فرانسه و آمریکا را برای فرار از کشور رد کرد و در اوکراین و در کیف در واقع مانده و جانانه در کنار بقیه مردم اوکراین داره از آزادی و تمامیت ارضی و استقلال و دموکراسی کشور دفاع میکنه. همچنان که برادران کلیچکو بوکسورهای مشهور بین المللی هم که برادر بزرگتر شهردار اوکراین هست کماکان در شهر مونده و دوشادوش مردم در حال مبارزه هست. اما در هفته که گذشت به باور من دو اتفاق بزرگ رخ داد. یکی سخنرانی روز یکشنبه صدر اعظم آلمان در صحنه علنی مجلس و در طی جلسه اضطراری مجلس آلمان موسوم به بوندستاگ بود که یک سخنرانی به باور من خوب و محکم را انجام داد و از سوی اپوزیسیون عمده آلمان که حزب CDU/CSU هستش به خوبی حمایت و پشتیبانی شد. البته خب پیشبینی می شد که چپهای افراطی حزب دیلینکی یا حزب چپها و راستای افراطی AfD کمی با این موضع دولت زاویه داشته باشند، ولی خب همونطور که می دونیم اقلیت بسیار ناچیزی از مجلس آلمان رو تشکیل می دن و در واقع هیچ گونه جایی برای ارزندان در مقابل اکثریت مجلس ندارن. در کنار او قطعنامه ای از سوی اوکراین به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد که توسط روسیه وتو شد و با زیرکی دبیرکل سازمان ملل متحد این قطعنامه متن و پیشنویسش به صحنه علنی سازمان ملل آورده شد، در مجمع عمومی سازمان ملل آورده شد و برای 11 بار در تاریخ سازمان ملل متحد نشست اضطراری مجمع عمومی تشکیل شد و برای اولین بار در تمام تاریخ سازمان ملل قطعنامه‌ای که توسط شورای امنیت نتونسته بودن به اجماع برسند و تصویب بشه توسط مجمع عمومی با رأی قاطع 141 کشور موافق، 34 کشور ممتنع و 5 رأی مخالف در واقع تصویب شد که تنها کشور اروپایی که در واقع به این قطعنامه رأی مخالف داد کشور بلاروس بود که می‌دونیم که رئیس جمهور بلاروس یک عروسک خیمه شب‌بازی هستش که توسط کرملین و پوتین در بلاروس قرار گرفته و تمامی کشورهای اروپایی و کشورهای مهم بزرگ، کوچک و آزاده جهان، من از واژه آزاده استفاده میکنم، و به این قطعنامه رأی مثبت دادن. اما همونطور که پیشبینی میشد جمهوری اسلامی جرأت این رو نکرد که در برابر ارباب خودش پوتین قد علم بکنه و به این قطعنامه رأی ممتنع داد. واقعیتی که وجود داره برای اپوزیسیون آزادی خواه جمهوری اسلامی و اپوزیسیون دموکرات، من از این دو واژه استفاده میکنم چون بسیارانی هستن که خود رو اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی میدونن، مثل سازمانهای شناخته شده در واقع در آلبانی که اجازه بدید من اسمش رو نیارم، و همینطور سازمانها و گروههای دیگه که وابستگیهای مارکسیستی و لنینیستی خودشون رو بعد از 40 سال کماکان حفظ کردن، دارن به نوعی از این تهاجم که نبرد تاریکی و روشنایی، نبرد دموکراسی و دیکتاتوری هستش دفاع میکنن و سمت تاریک تاریخ رو گرفتن. اما این شرایط به باور من بهترین شرایط برای اپوزیسیون آزادیخواه و دموکرات جمهوری اسلامی هستش که بتونن در کنار ضعفی که روسیه داره با جنگ و در کنار اون تحریم های بی سابقه و گسترده جهانی مواجه شده، برای آزادی و استقلال ایران کوشش بکنن. من بعید میدونم کسی باشه که مبارز باشه و برای آزادی ایران به مبارزه کرده باشه و به این حقیقت باور نداشته باشه که ضعف روسیه و ضعف جمهوری اسلامی به همدیگه وابسته هستش و هر چقدر روسیه ضعیفتر بشه جمهوری اسلامی هم ضعیفتر میشه و میشه اون رو از اریکه قدرت با کوشش همگانی و با همراهی و همگرایی ملت به پایین کشید. اما روز گذشته گروسی دبیر کل انرژی سازمان بین المللی انرژی اتمی
به تهران سفر کرد برای حل کردن پاره‌ای از مشکلاتی که وجود داره بین آژانس و ایران، و طبق معمول عمال پوتین در ایران، سپاه پاسداران شک نباید داشته باشیم که یک دستشون در دست پوتین هست و دست دیگرشون در دست خامنه ای. اقدام به رونمایی از دو آشیانه زیرزمینی پهپاد و موشک‌های بالستیکی کردند و فرمانده هوافضای سپاه اعلام کرده که موشک‌های بالستیکی و پهپادها جزء خطوط قرمز هستند و تحت هر شرایطی ما در واقع به توسعه و گسترش اونها ادامه میدیم. در کنار اون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم اعلام کرده چه برجام دوباره احیا بشه چه نشه، ما در دست از غنی‌سازی اورانیوم به میزان 20% بر نخواهیم داشت و این میزان بالای 60% غنی شده اورانیوم در ایران به بیش از 3 برابر حد مجازی که در سال 2015 براش تعریف شده بود و 3 برابر حد مجازی که در سال 2019 اندازه گیری شده بود رسیدیم. در آخر هم این که همونطور که پیش بینی میشد، البته مطالب زیاده، من به خاطر اینکه وقتم به پایان رسیده سعی میکنم جمع بکنم، فقط همونطور که پیش بینی میشد جمهوری اسلامی و همینطور کره شمالی دو ابزار چانه‌زنی روسیه در برابر عرصه جهانی قرار بگیرن. این اتفاق امروز با سخنان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که معتمدترین شخص در کابینه پوتین در کنار پوتین هست به حقیقت پیوست، و اینکه او گفته که روسیه هم همچون ایران از ایالات متحده در واقع درخواست دریافت ضمانت کتبی کرده که به وسیله این ضمانت بتونن در واقع تضمین بکنن آمریکا و اروپا که روسیه میتونه تجارت کامل و آزاد اقتصادی داشته باشه با ایران، بتونه سرمایه گذاری بکنه در ایران و همینطور همکاری های فنی نظامی خودش رو با جمهوری اسلامی انجام بده، که به باور من این یک دام بسیار بزرگ و خطرناکی هستش برای جمهوری اسلامی که اگر که پا به داخل این دام بگذارن چه بسا ایران را هم وارد جنگی بکنن که ملت ایران با اون کاملا مخالف هستن. از فرصتی که در اختیار من قرار دادید بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر آوار، میکروفون رو تقدیم میکنم. سپاسگزارم جناب بهرامی گرامی از بیاناتتون. بله، 3 روز دیگه 8 مارس روز جهانی زنه. پیشینه روز زن به بیش از 110 سال گذشته، یعنی آغاز مبارزه زنان برای برابری با مردان باز میگرده و 8 مارس رو به عنوان روز جهانی زن اعلام کردند و اون روز رو معمولا جشن میگیرند و برای برابری با حقوق مردان راهپیمایی میکنند. رضا شاه پهلوی در 17 دی 1314 به خواسته زنان ایران برای رهایی از حجاب و بندگی و اسارت در حقیقت اون دینی و مذهبی، این روز رو در حقیقت ازش استفاده کرد و حجاب رو در حقیقت دستور داد، یعنی فرمانی برای این صادر کرد و به این ترتیب اونها رو با رهایی از یوغ و بندهای ستیزش مذهبی و اسارت مناسبات قرون وسطایی بیرون آورد و به قدم به عرصه های نوین اجتماعی و فرهنگی گذاشت. من این روز رو به همه بانوان جهان به ویژه بانوان ایرانی شادباش میگم و امیدوارم که به زودی شر این جمهوری اسلامی اشغالگران ایران از سر ملت ایران کنده بشه و بانوان ایران باز هم بتونن در کمال آزادی برابر با مردان به زندگی خودشون ادامه بدن. من سپاسگزاری میکنم از دوستان جناب دکتر گیاهزاد و جناب بوی بهرامی و به درود میگم. کجای این خط‌کشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی؟
بیا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی. کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ برای اینکه بپوشونن اثر این نشست زمین و ترک‌ها دیده نشه، اداره راه اومده و روش رو با گریدر و بولدوزر خاک گرفته، برای اینکه کسی متوجه نشه چه اتفاقی داره میفته. این یک فاجعه بزرگه که روز به روز داره بدتر میشه. ترک‌های جدیدی سر بر میارن. همین نکاتی رو که مهندس اسلامی اینجا نشون داد در نظر بگیرید که هم داره فرسایش در زیر زمین اتفاق میفته و هم داره فرونشست همزمان رخ میده و ترک ها بازتر و بازتر میشن و در عمق هم شاهد آثار تخریبی این دوران ویژه هستیم، درست در کنار یک مزرعه. در نظر بگیرید که این اتفاق ها در دوره افتاد که آبیاری شروع شد در همین مناطق. در نظر بگیرید که روزگاری بسیاری از مزارع منطقه حوضه زایندرود دیمکاری میشد، اما دستیابی به منابع آب جدید به جای اینکه وضعیت رو بهتر بکنه، وضعیت رو سخت‌تر کرد. در خیلی از نقاط حوزه زاینده رود گاوخونی شاهد این مسئله هستیم. افزایش میزان مصرف آب، استفاده از روش‌های بد آبیاری، کاشت محصولاتی که آب زیادی مصرف می‌کنند و نبودن یک ساختار مدیریت یک پارچه آب و خاک باعث شده که این مناطق طوری آسیب ببینن که بسیاری از مردم در این مناطق مجبور بشن مهاجرت بکنن. تا چند سال دیگه بخشی از مردم شهر اصفهان مجبور خواهند بود مهاجرت بکنن اگر روند فعلی ادامه پیدا بکنه. اما فقط فکر نکنید که در محدوده حوزه زاینده رود این رو داریم. در حوزه های دیگه که در استان اصفهان هم دیده میشن، مثلا در نواحی محدوده کاشان، در نقاط مختلفی که دور و نزدیک هستن به کاشان، این مسئله نشون داده شده در تحقیقاتی که دکتر اسقر دولتی اخیراً انجام دادند. این محدوده محدوده شمال سفید شهر است که در حقیقت یه منطقه‌ای هستش که کاملا دشته. باز دوباره همون پدیده رو میتونیم ببینیم که یک سری حفراتی هستش به صورت ناپیوسته، گاهی اوقات کنار هم دیگه قرار میگیره. بعضی وقتا میشه دید که چطور اینها گسترش پیدا میکنند و به هم دیگه میچسبن، البته توی سطح زمین، چون ممکنه که توی عمق اینا خیلی غربترش و همدیگه متصل بوده باشه. برای اینکه خیلی راحت بتونیم اثر این که زیر سطح زمین و یعنی رفتاری که زیر سطح زمین وجود داره کاملا متفاوت با سطح زمین میتونه باشه، میتونیم اینجا رو ببینیم که در حقیقت شکستگی ها خیلی ناپیوسته میاد و اگر که ببینیم اینجا شکستگی های رو
با عمق بیشتر. برای مثال با این گودال رو اگر که حساب بکنیم، خب طول جالون ما تا این قسمت سیاه که وجود داره 1 متره، تا این قسمتش 2 متر استش و در حقیقت من طول رو بیشتر میتونم بکنم و تا انتها 3 متر. برای مثال همین حفره‌ای که اینجا قرار داره، خب 1 مترش رو که داخل هست میره پایین تر، تقریبا 2 متر ما اینجا عمق این حفره رو داریم. خب ببینیم چه اتفاقی داره میفته و اهمیت این شناخت این گودالا به چه صورتی هستش. اگر نگاه بکنیم یک حفره توی مقیاس کوچیک، سطح زمین هیچ گونه ترکی شما نمیبینید و یک حفره دیگه، در صورتی که همین قسمت اگر که من کمی فشار وارد کنم این که میفته پایین، یعنی یک ضخامت کمی رو ایجاد کرده و این دو حفره از زیر به هم دیگه متصل هستن، همونطور که توی این یکی میتونیم ببینیم. از زیر اینا کاملا به هم دیگه ارتباط دارن و فقط قسمت سطحی رو شما میتونید ببینید که صاف و سالم هستش. خب توی مقیاس بزرگتر هم همین اتفاق میفته. این یکی که دقیقا اگر که بخواید اندازش رو بگیم، بگمونم ارتفاعش این آخرین قسمت جالون من هست، حداقلش 3 متر اینجا عمق داره. خب یه نگاهی بکنیم این گودالی که داره پیوسته میشه میرسه به جاده. خب جاده که روشو در حقیقت یه خورده استحکامش کردن، همین ترک ها میاد به این قسمت میرسه، ترک های ریسته رو روی آسفالت شما میتونید ببینید و بعد هیچ خبری نیست. هرچند گاهی اوقات یک حفراتی رو توی جاده میشه دید، ولی خب ممکنه خیلی ها بگن که این حفرات یک چیز عادی است برای چنین جاده در حقیقت محلی که وجود داره. اما بیایم این طرف، دقیقا ادامه همون ترکی که وجود داشت، یعنی شروع کرده آروم آروم ترک از زیر جاده در حقیقت وجود داره، ادامهش اونجا هستش، میاد دقیقا همون راستا و ادامه پیدا میکنه توی دشت. بنابراین اهمیتش همین میشه که اینها زیر زمین گسترش دارن. حالا همون یه قسمتی از سطح زمین که گاهن یه خورده استحکامش بالاتر هست میاد اون قسمت بالایی رو نگه میداره، ولی در حقیقت اون زیر هستش که اینها گسترش پیدا میکنن. خب با نفوذ آب اینها بزرگتر میشن و در نهایه یک جایی به خاطر اینکه ضخامت قسمت بالایی کم و کمتر میشه، با کمترین نیروی ممکنه که فرو بریزه. حالا هر چیزی باشه، عبور ماشین باشه، برای جاده ها مثلا، برای منازل حالا شهری، تأسیسات شهری، طور دیگه ای میشه اتفاق بیفته. بنابراین خطری هستش که در سطح ممکنه چیزی نبینیم، ولی توی عمق توی این مناطق ممکنی که واقعا یک قوقایی باشه که بررسی نشون میده اهمیت بررسی این شکستگی ها به چه صورتی هستش. دوباره همین قسمت ها رو شما میتونید ببینید و توی دشتی که گاهن فکر میکنیم که هیچ خبری نیست، ولی خب توی فیلم های قبلی نشون دادیم که چطور اینها به هم دیگه متصل میشه، شبکه ای از شکستگی ها رو با ابعاد مختلف میتونه تشکیل. معرفی کنگره رهایی ایران. کنگره رهایی ایران پس از ماها تلاش هموندان خود، اینک که فعالانه برای تحقق هدف و مأموریت‌های خود گام در سطح سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی می‌نهد، برای آگاهی هممیهنان و افکار عمومی جهان به طور اختصار کنگره را معرفی می‌نماید. در دوران و قرن تکنولوژی، بدون یک ساختار مدرن و پیشرفته و دموکراتیک که بتوان با آن تکیه کرد،
بدون اینکه شایسته ترین ها و مسئول ترین ها را در جایگاه درست قرار دهیم، بدون اینکه با اندیشه های گوناگون تفاهم داشته باشیم، مبارزات بدون خشونت و به نتیجه رساندن پروژه های نافرمانی مدنی امکان پذیر نمی باشد. با سیاست گذاری صحیح و مدیریت پیشرفته همراه با هم‌آوایی و همصدایی، ما آن توانایی لازم را خواهیم داشت که از نظام مافیای ولایی جمهوری اسلامی به آسانی عبور کنیم. برای به دست آوردن پیروزی بر علیه نظامی مافیای ولایی، ما ناگزیر هستیم از روش‌های آرمانی، از شیوه‌ها یا از منش‌های قبیله‌ای گذر کنیم. تلاش ما این بوده که یک شاخصه‌های تشکیلاتی را در کنگره رهایی ایران ابداع کنیم که بتواند تفاهم‌ها و همکاری‌ها را در همه سطوح آن آشکارا توصیف کند. افرادی متعهد و مسئول که دل در گروه رهایی ایران دارند در کنگره گرد هم آیند و سایر احزاب سیاسی همسو به جای حذف افراد و کتمان حقایق سیاسی در کنار یکدیگر و با استقلال سازمانی برای اطلاع مبارزات درون و برون مرز همکاری نمایند. کنگره رهایی ایران برای همبستگی مبارزان برون مرز و مبارزان درون مرز و سازمان‌ها و احزاب همسو کوشش‌ها و تلاش‌های فراوان کرده است که با دقت بسیار ساختار عملیاتی مدرن و دموکراتیک را تهیه و تنظیم نماید. در ساختار کنگره، دیدگاه‌ها، شاخصه‌ها، شرح وظایف بدون تداخل و شرایط احراز مسئولیت‌ها، چگونگی مدیریت و اختیارات و گردش کار، آنچنان طراحی و پیش‌بینی شده است که قادر است پروژه گذار و دوران گذار شهروندان کشور را هدایت، کنترل و مدیریت نماید. نه تنها نمودار سازمانی کنگره رهایی ایران شیوه‌های دموکراتیک، خلاقیت، کارهای گروهی و شایسته سالاری را تعریف می کند، بلکه همکاری و همسویی را با سایر نهادها و احزاب سیاسی که با نقشه راه کنگره همسو و به آن باورمندند امکان پذیر ساخته و آنان را برای یک رهبری و مدیریت مستقل برای همکاری فرا می خواند و اکثر نهادها، سازمانها و احزاب سیاسی قادر خواهند بود که به طور دموکراتیک و یک پارچه در یک اتاق فکر جمع شوند. کنگره رهایی ایران از تداوم و میل به کهنه‌گزینی عبور کرده و به صورت علمی و تخصصی توسعه یافته و دارای نظم انضباطی سیستماتیک و مدرن ساختاری است. از مدیریت فرد سالاری گذر کرده و بهره‌گیری از دیدگاه‌های ژرف، عمیق و گوناگون را در همه سطوح تصمیم‌گیری تاکید نموده است. مقررات، دستورالعمل‌ها و روش‌های سازمانی کنگره یک خطی تدوین نشده و به عبارت دیگر مطلق‌گرا همچون آیه نازل شده نیست و خاصیت تبدیل یا تغییر در آن پیش‌بینی و به خوبی مشهود است. هموندانی که در کنگره گرد هم آمدند تعهد کردند که به عنوان یک فرزند آزادی‌خواه ایران آنچه در توان دارند با همه آنان که مهر میهن در دل دارند برای سرنگونی نظام مافیای ولایی همکاری نمایند و ایران را به شهروندان شریف ایران بسپارند. ما امیدواریم در این برهه زمانی که جمهوری اسلامی در تنگناهای سیاسی و اقتصادی زیادی قرار گرفته و برای بقای خود از ویرانی ایران و یا سرکوب هرچه بیشتر فریادهای اعتراضی هممیهنان ابایی ندارد، با پشتیبانی سازمانهای همسو و هممیهنان درون و برون مرز به آلترناتیوی برای سرنگونی این فرقه تبهکار بدر شده و قبل از بروز فاجعه‌های ملی و میهنی سرزمینمان را از اشغالگران مذهبی و اجنبی پس گرفته و نظامی دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر با حاکمیت ملت ایران برقرار کنیم. کنگره رهایی ایران مقدم شما هممیهن آزادیخواه و ایران دوست را که برای رهایی سرزمینمان از حاکمیت این فرقه تبهکار و اشغالگر تلاش می نماید گرامی می دارد. کنگره رهایی ایران.